درود میگم به همه بینندگان عزیز در سراسر جهان که بیننده برنامه های هفتگی جنبش رنسانس ایران هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورای نازن. آرتمیس جان خوش آمد. سپاسگزارم، درود و آفرین داریم به شما بانو افسانه گرامی و همچنین به همه بینندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی و به ویژه به مردم مبارز درون و بیرون کشور در شرایطی که بیش از 2 ماهه که همه در حال در واقع خیزش سراسری علیه حکومتی هستند که 44 سال زندگی رو از پیر و جوان این کشور گرفته و کشور رو هر روز در واقع میشه گفت بیشتر از روز قبل به ورطه نابودی کشونده. درسته. بانو آرتمیس، خب تحولاتی که یعنی انقلابی که در طول این 60 چند روز در ایران توسط مردم انجام شده که اولش میگفتن اعتراض و واقعا میبینیم که تمام علامه انقلاب رو داره، نشانهای انقلاب المانات و اخصوصا تو شهرهای مرزنشین، شهرهای کردنشین که دیگه این روزا مردم به گلوله بستن و دارن میکشن. اما منم به سمت خودم تسلیت میگم به تمام کسانی، خانوادهایی که داغ عزیزاشون رو دیدن و با خودمونم همینطور با تسلیت بگیم برای ایرانمون که به دست این اجانب و انیرانی ها 44 سال اشغال شده و اینگونه دارن هم مردممون هم سرزمینمون رو نابود میکنن که البته الان دیگه آخرشونه. دوستان امشب در مورد این هستش که تحولاتی که از نظر فرهنگی در ایران بعد از جمهوری اسلامی رو خواهد داد چه چیزایی میتونه باشه؟ آیا چقدر و زمان میبره؟ چه کارهایی لازمه تا ما بتونیم مردم رو به اون چیزی، به اون روشهایی که حالا در ایران باستان وجود داشته یا در فرهنگ ما ایرانیا وجود داشته دوباره آشتی بدیم با توجه به مصیبت ها و درد هایی که در طول این سال ها یعنی مردم رو عادت داده بودن به مرثیه و غم و غصه و اینجور مسائل مذهبی که همشون هم مختص ایدئولوژی اسلام. در خدمتتون هست. سپاسگزارم بانو افسانه گرامی، کاملا درست اشاره کردید. ما مشکلی که در این 44 سال داریم رو در تمام 1400 سال گذشته به استثنای اون پرانتز کوتاه و کوچک 50 ساله دوران پهلوی میشه گفت که همیشه تجربه کردیم. به طور کلی تأثیرات مخربی که ورود اسلام بر فرهنگ ایران گذاشت چیزی نبوده که در این 1400 سال فکر کنیم ما کمرنگتر شده یا ملایمتر شده یا بهتر شده. متاسفانه نفس خود اسلام یک حالتی رو داره که چه 1400 سال پیشش، چه 500 سال پیشش، چه 100 سال پیشش، چه همین امروز در 1003 یک سری ویژگی های کاملا مشخص و ثابتی داره. مهمترینش اینه که هر گونه این در واقع آیین که نمیشه گفت، این ایدئولوژی خطرناک هر جا حمله میکنه و هجوم میبره و یک سرزمینی رو به چنگال خودش اسیر میکنه، نخستین کاری که میکنه فرهنگ میزبان رو از بین میبره. متاسفانه برخلاف همه هجوم‌های دیگری که شما در تاریخ در نقاط گوناگون جهان می‌بینید، مثلا موقعی که فرض کنید رومی‌ها و ایرانی‌ها با هم جنگ می‌کردن، خب بالاخره برخی اوقات ایران پیروز می‌شد، برخی اوقات روم پیروز می‌شد، یه سرزمین‌های بین اینها مرتب دست به دست می‌شد، یا حتی در سراسر جهان در آسیای دور در جاهای دیگه هر جایی که شما یک جنگ و یک هجومی رو میدیدید از یک ملتی به ملت دیگه، پس از یک مدت معمولا فرهنگ ها به هم نزدیک می شد. یعنی اینجوری نبود که فرهنگ اون قوم مهاجم بزنه از ریشه تمام اصول فرهنگ میزبان یا اون کشوری که بهش در واقع تازش شده رو کلن از بین ببره.
ولی ایدئولوژی اسلامی یا این در واقع اندیشه بسیار خطرناک سیاسی که اسلام داره با خودش یک حالت تمامیت خواهی رو میبره. یعنی وقتی وارد جایی میشه میگه یا همان چیزی که من میگم، همون فرهنگی که من دارم وارد میکنم، همون شیوه زندگی و گفتار و کرداری که من میگم، و یا هر آنچه که هست باید از بین بره. یعنی یا این یا اون، یعنی حالت دیگری نیست و هیچ وقت تحمل و مدارا و رواداری اسلام با هیچ فرهنگ دیگری در جهان نشون نداده در تاریخ. شما یک مورد نمیتونید در هیچ جای دنیا، حتی هنگامی که اسلام حمله کرد به تا جنوب اروپا و اسپانیا رو گرفت، داشت تمام فرهنگ اسپانیا رو به کل از بن میزد، و اگر به موقع اروپایی ها نجنبیده بودن و آلمانی ها نرفته بودن به کمک و در واقع مسلمانان از اروپا بیرون نرونده بودن، همین امروز که من و شما نشستیم و صحبت میکنیم، اروپا به یکی از بلاد اسلامی تبدیل شده بود. یعنی دیگه مردم کلن با حجاب بودن، دشداشه ها همه جا به راه بود، مسجد ها از هر سو دیگه نماز و روزه و امر به معروف و نهی از منکر، و دیگه اروپا هم این کشوری که امروز بود نبود، همون چیزی هست بود که ام القرای اسلامی در هر جای جهان شما میبینید هست. نمونش در خاورمیانه دارید میبینید، نمونش رو دارید در اندونزی میبینید، در خود مالزی میبینید، حتی در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس که اینقدر ادای به اصطلاح مدرنایز شدن و خوب شدن و پیشرفت کردن رو میبینید، که همین نمونه آخر آخرش رو شما در قطر همین چند روز پیش و همین دیروز و پریروز و امروز دارید میبینید که چگونه اسلام با هر نوع فرهنگی غیر از فرهنگ اسلامی خودش سر ستیز داره و چگونه حتی نوع به اصطلاح متحملش که میخوان از ظاهر نشون بدن ما نه خود ما فرق داریم، ما این اسلام اون اسلام نیست، اون اسلام این اسلام نیست، در هر جایی که اینها مستولی میشن و همین که زورشون شروع میکنه به رسیدن، شما میبینید که اصلا بازی یه مرتبه عوض میشه، یه مرتبه رفتارا عوض میشه، یه مرتبه تو سر مردم میزنن، از امر به معروف و نهی از منکر هم میگذره، هر کی هم قانون اسلامی رو زیر پا بذاره زندانش میکنن، کتکش میزنن، و در همین چند روز ما کل رفتاری که کشور قطر کرده هم با ما ایرانی ها هم با غیر ایرانی ها دیدین، که آلمانی هایی که اونجا به اصطلاح پروازاشون رو کنسل کردن و نرفتن، 36,000 آلمانی کنسل کردن و نرفتن، و دیدین که در مورد ایرانی ها از ورود پرچم شیر و خورشید جلوگیری کردن به استادیوم ها، نمیدونم از ورود آدم بی حجاب جلوگیری میکردن، و همه مسائلی که دقیقاً در همه کشورهای اسلامی وجود داره. خب در ایران ما به خصوص به ویژه ما به کشور خودمون کار داریم. برای چی؟ برای اینکه محور اصلی برنامه‌های رنسانس ایرانی کشور ایرانه. ما حالا کاری نداریم در همسایگیمون، هر کسی هر کاری میخواد بکنه، ولی آنچه که بر سر این ملت در درازای تاریخ اومده فقط همین 44 سال نبوده، اما این 44 سال برای من و شما، برای افراد این نسل و نسل پدر و مادرای ما و نسل بعد از ما، نسل فرزندانی که الان در کوچه و خیابون ها هستن، بچه های تینیجر، بچه های 20 ساله و اینهایی که شما دارید در خیابون ها میبینید، دقیقا ما این سه نسل به چشم خودمون دیدیم اسلامو، ولی در تمام اون 1400 سال پیشین هم همین برنامه همیشه هر روزه بوده. حالا الان تبدیل شده به توپ و تفنگ و نمیدونم لباس ضد شورش. در مثلا 700 سال پیش و 800 سال پیش با شمشیر بوده و گردن مردم رو زدن بوده و اسب بوده و از رو مردم با اسب رد شدن بوده و شلاق زدن بوده و نمیدونم دست و پای مردم رو قطع کردن و تو سیاه‌چال‌ها انداختن. بنابراین هیچ چیز در این 1400 سال عوض نشده. حالا چه بخشی از فرهنگ ما از ما گرفته شده؟ مهمترینش فرهنگ امیدواری و سازندگی در ملت ایران بوده، ملتی که ملت بسیار عجیب و غریب سازندهی بودن در 1400-500 سال پیش به پیش، و ابرقدرت به حق
یکی از بزرگترین ابرقدرت‌های جهان بودند و به حق یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در زمان خود بودند، حالا چه از نظر پیشرفت‌های تکنولوژیک به زمان خودش، چه از نظر پیشرفت‌های فرهنگی، چه از نظر پیشرفت‌های تحصیلی، دانشی، پژوهشی و چه از خوراک فکری و فلسفی که ایرانیان به همه جای دنیا می‌دادند و نکاتی که از فرهنگ ایران وارد فرهنگ‌های دیگه شد به عنوان نکات مثبت اخلاقی، مراسم، رفتار و فرهنگ در واقع ایرانی که الان آمیخته شده در فرهنگ‌های اروپایی، در فرهنگ‌های کشورهای مجاور خودمون، در هندوستان، در خیلی از جاهایی که ایران باهاشون تعاملات و برخوردهای نزدیک داشت، می‌بینیم که امروزه هم اون ارزش‌ها در جاهای مختلف جهان باقی مونده. از اون ملت امیدوار، از اون ملت نشادزیست، از اون ملت سازنده، از اون ملت خلاق، از اون ملتی که میشه گفت با تمام وجودش انرژیهاش در جهت راستی، درستی، درست کرداری، درست گفتاری و درست اندیشی صرف میشد و راه و شیوه زندگیش نور و روشنایی بود، پاکی و آزادگی بود، ملتی به جاماند بسیار درمانده، بسیار اندوهگین، بسیار ناامید، ملتی که به نوعی از نظر اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی میشه گفت ناتوان و فلجش کردن، ملتی که در سال علاوه بر اینکه هر ماه یک جشن ویژه اون ماه داشتن، جشن‌های گاهنبار رو می‌گرفتن که جشن‌های فصل‌های گوناگون بود، ارتباط مستقیم به طبیعت و کشاورزی داشت که 6 تا گاهنبار دیگه در کنار 12 جشن ماهانه افزون بر این، خب جشن‌های گوناگونی هم گرفته می‌شد که جشن‌های اسطوره‌ایمون بود، جشن‌های داستانیمون بود، جشن‌های منطقه‌ای بود که ممکن بود در مناطق گوناگون ایران جشن‌های به صورت کاملا بومی و محلی هم گرفته می‌شد و افزون بر اون جشن‌های مانند جشن‌های زادروز، فرزندآوری، جشن‌های زناشویی و انواع و اقسام جشن‌هایی که در زندگی مردم ایران روزانه در جریان بود و مردم ایران این جشن‌ها رو فقط نمی‌گرفتن برای اینکه هلهله کنن و جشن بگیرن و پایکوبی کنن. جشن وسیله برای یک پارچگی و همدلی ملت بود، برای اینکه مردم در یک منطقه، در یک شهر، در یک محل دور هم جمع شن، چون جشن رو که شما تنهایی نمیگیرین، که خودتون تنهایی که نمیشینین تو خونه بر خودتون دست بزنین یا یه سفره رنگین بنزین تنهایی غذا بخورین. جشن یعنی اینکه جمع در کنار هم باشن، با هم بپزن، با هم بخورن، با هم حرف بزنن، با هم درد و دل کنن، مشکلات هم رو بشنون، مسائل منطقهشون، شهرشون، محلهشون، خانوادهشون، فامیلشون، دوستشون، آشناشون رو بتونن حل کنن و بتونن به هم در واقع نزدیکتر بشن. جشن این مفهومو در ایران باستان داشت و در بسیاری از جشن‌های ایران که مثلا در حد جشن‌های ملی، حتی در حد جشن‌های جهانی برای ایران، از سوی ایران برای مردم جهان شده بود، مثل همین شب چله ما که در 22 کشور دیگه به غیر از ایران همین امروز هم که من و شما با هم نشستیم جشن گرفته میشه، یا مثلا جشن نوروز که همین امروز باز در 22 کشور جهان جشن گرفته میشه، یا حتی جشن‌های دیگری که مثل جشن مهرجان که اون مهرگان ما هست همین امروزه در حتی کشورهای عربی که اصلا این جشن جز فرهنگشون نبوده جشن گرفته میشه. و دیدیم که ما مثلا جشن زایش خورشید از دوران آینه مهر به روم و یونان رفت و از اونجا به همه اروپا رفت و بعد از اون جشن زادروز خورشید تبدیل شد به خب کریسمس و گفتن خورشید رو تشبیه کردن، خب عیسی رو به خورشید و جایگزین کردن، برای اینکه قبل از اینکه آیین مسیحیت آیین غالب بشه در اروپا، اروپاییان
اروپاییان کنونی که خب روم بزرگترین قدرتشون موقع روم بود، امپراتوری روم بود، آیین مهر رو همه داشتن و دیدیم که تمام این جشن‌های فرهنگی ایران اینقدر بزرگ شد در سراسر جهان که هنگامی که شما روی نگاره‌های تخت جمشید نگاه می‌کنید، مثلا برای بار عام نوروزی ایران از چیزی حدود 79 کشور آن زمان جهان، چون اون موقعی که به اندازه الان کشور در جهان نبود، ما با بسیاری از بخش‌های جهان مثل مثلا آمریکا، قاره آمریکا اصلا کلن ارتباطی وجود نداشت، یا با بسیاری از بخش‌های بسیار بسیار دور آسیا یا مثلا بخش‌های بسیار دور آفریقا، خب ما ارتباطاتمون کمتر بود، ولی 79 کشور جهان در جشن‌های بار عام نوروزی ایرانیان شرکت می‌کردند و از نگاره‌ها شما می‌بینید که همه چگونه به دیدار به اصطلاح شاهنشاهان ایران می‌آمدند و هر کدوم در دستشون یک به اصطلاح پیشکشی بود از کشور خودشون، که حتی شما تصاویر رو که می‌بینید از تمام کشورهای خاورمیانه، از کشورهایی به دوری چین، از کشورهایی مانند روم و یونان و بخش‌های دیگر اروپا مانند اسپانیا و جاهای اونگونه و جنده‌هایی که در واقع اون موقع تمدنی وجود داشته، عده‌ای آدم زندگی می‌کردن که یک کشورگونه‌ای داشته باشن، حالا و از اونها به ایران همه نماینده فرستاده می‌شد و چشم روشنی فرستاده می‌شد. بنابراین شما با یک فرهنگ مواجهید که جشن بخشی از بدنه فرهنگی این ملت بوده و جشن و شادزیستی بخش مهمی از اندیشه و روان ملی ما رو تشکیل میداده و ما با جشن زنده بودیم، یعنی ما نفس میکشیدیم در این جشن ها، ما بچه هامون، پیرانمون، نمیدونم جوانانمون، مادران و پدرانمون همه در کنار هم در این جشن ها بودن. مثلا مثل امروز خیلی از جاهای جهان نبوده که یک سری از جشن ها مال مثلا سالمند تراز در دنیا خیلی از الان این گونه هست. شما مثلا به عنوان مثال دارم میگم، در بسیاری از کشورهای جهان که میرید یک سری جشن ها فقط مال جووناست، یک سری مثلا به عنوان مثال میگم مثلا هالووین، بیشتر خب جوونا همه جای دنیا مثلا الان که دارن این جشن رو در واقع یاد میگیرن در کشورهای مختلف و معرفی میشه بهشون، بیشتر جوونا دنبال این مثلا ادا اطفارا هستن. شما کمتر میبینید یه پدر بزرگ مادر بزرگی جشن هالووینی داشته باشن مثلا، ولی در ایران شما همه جشن هایی که میبینید از بزرگترین جشن ها تا جشن های بومی و منطقه ایمون جشن های خانوادگی هن. یعنی جشنی هن که توش میتونه از بچه شیرخوره حضور داشته باشه تا پیرمرد و پیرزن 90 ساله و 95 ساله میتونن توش حضور داشته باشن. جشن‌های ما جشن‌های گروه خاص خانوادگی، گروه خاص سنی، گروه خاص زبانی، گروه خاص نمیدونم فرهنگی نبوده. شما از گوشه گوشه ایران زمین بزرگ این جشن‌ها رو می‌گرفتن، از دورترین نقاط سیستان و بلوچستان تا دورترین نقاط آذربایجان تا دورترین نقاط خوزستان تا دورترین نقاط خراسان بزرگ که آن زمان تا بالای تاجیکستان و مناطق خارزم اونها بوده، مناطق ازبکستان و امسالام و افغانستان و اینها. بنابراین شما می‌بینید جشن‌هایی بوده که به وسعت ایران زمین و همه جا با همدیگه برگزار می‌شده. کجای جهان شما ملتی به کهنسالی ایران می‌بینید که تمام این فرهنگ رو در یک امپراتوری بزرگ بتونه زیبا نگه داره بدون اینکه از دماغ کسی خون بیاد، بدون اینکه یک ایرانی در تمام تاریخ ایران زده باشه یک هم‌میهن خودش رو کشته باشه، بگه من با تو نزاع فرهنگی دارم، من با تو نزاع جشنی دارم، من با تو نزاع آداب و رسوم دارم. اگر هم هر اتفاقی امروزه در ایران داره میفته، این حکومت قاسبه که داره این بلاها رو به سر مردم ایران میاره. شما در هیچ جای تاریخ ایران هرگز نمیبینید یک ایرانی ایرانی دیگری رو بکشه به خاطر تفاوت قومی یا نمیدونم فرهنگی یا خوراکی یا پوشاکی یا زبانی. هرگز چنین چیزی در ایران وجود نداشته.
و این اون بخش هایی است که خوشبختانه ایرانیان به خاطر پشتوانه چند هزاره فرهنگی تونستن حفظ بکنن تا به امروز. درسته که حدود 60% فرهنگمون رو نگه داشتیم، اما 40% رو هم اسلام دگرگون کرده، یعنی دگرگون کرده که خراب کرده، در واقع ویران کرده. و اونا چه بخشایشه؟ همون بخش سازنده ملت ایران رو ازش گرفتن، همون امیدها رو گرفتن، همون اندیشه ها رو جلوش رو گرفتن، خلاقیت رو جلوش رو گرفتن، جلوی خردورزی رو گرفتن، جلوی آزاداندیشی رو گرفتن، جلوی اینکه من خودم باشم، شما خودت باشی، هر کس خودش باشه، بتونیم اون چی که در اندیشمون و قلبمون هست رو بیان کنیم، بتونیم شیوهی که دوست داریم زندگی کنیم، بتونیم آزادی گزینش برای خودمون و برای خانوادمون، برای شیوه زندگیمون، برای اندیشه و باورمون داشته باشیم. این اون بخش هاییست که اسلام خراب کرده. ناامیدی جز فرهنگ ملی ما نبوده، گریه و تو سر خود زدن جز فرهنگ ملی ما نبوده، به همدیگه دروغ گفتن جز فرهنگ ملی ما نبوده، ایرانی ایرانی رو کشتن جز فرهنگ ملی ما نبوده. این مزدورهایی رو که الان جمهوری اسلامی، من که والا شنیدم حتی تا اندازه، یعنی یک عده‌ای رو رفته پیدا کرده که از مجرمین زندان‌ها، یعنی از دسته قاتل و آدمکش و اینها رو حتی اینها آوردن به خیابون‌ها و دستشون با توم و تفنگ دادن و روز 350 هزار دلار تومان، من تا اونجایی میدونم، یعنی اینقدر کم به اینها میده که بیان مردم ایران رو بکشن. این در فرهنگ ایران نبوده هرگز، این در تاریخ ایران هرگز دیده نشده. این اون بخش هایی است که اسلام از مردم ایران گرفته و تخریبی است که انجام داده روی فرهنگ ملی ما. و به همین روی هم هست که من همیشه میگم ما اگر که فردای ایران آزاد بشه، اگر فردای این حکومت نباشه، ما باید یک بخش هایی رو از فرهنگ ملیمون رو از نو بازسازی کنیم. اون بخش هایی که از فرهنگ ملی زدوده شده یا از بین رفته یا به اصطلاح کمرنگ شده، اون بخش ها رو ما باید از نو دوباره بازسازی بکنیم. حالا اگر بانو افسانه شما پرسشی دارید خواهش میکنم بفرمایید، یا اینکه اگر که مایلید من خواهش میکنم بانو آرتمیس. ببینید حتی اسلام یعنی ایدولوژی حتی با رنگ های روشن حتی مشکل داره. شما وقتی زن یه دختر توی ایران با لباس روشن، الان نمیدونم اون موقع که ما بودیم اینجوری بود، رفتیم بیرون سریع به ما تذکر میدادن که مثلا پیر لباس جیغه، یعنی اینا فقط سیاهی، یعنی چادر سرت کنی و بپوشونی، ظلمت و سیاهی و تباهی رو اینا فقط دوست دارن و دوست ندارن که یک زن یا یک مرد ایرانی حتی ببین کوچکترین احساس شادی. میگن هر چیزی که تو ایران باعث در اسلام در ایران امروزی و در این آیین اسلام باعث خوشحالی میشه گناه حرام اصلا توی این ایدئولوژی. و اما یه مسئله که حالا بین صحبت های شما، من خب با افرادی در تماس برقرار کردم و بینید رسیدم که همین افرادی که اعضای خانواده در ایران کاملا مذهبی، کاملا حتی میشه گفت یه جورایی خودشون یه سری ادعا توی این ایدئولوژی به وجود آوردن که سخت ترش کنن، فرزندان اینها یه تحت تاثیر برنامه های آموزندهی که خب هم شما هم دوستان دیگه برای روشنگری در مورد تاریخ و رنسانس ایرانی و حتی فرهنگ ایران شعری ساخته شده و در طول این سالها خب من با قول خودشون میگن وقتی که اومدم به بهونه این پاندمی مدارس رو تعطیل کردم و بچه ها رو نشوندم تو خونه، اینترنت باعث شد که بچه ها بیشتر از اون همه خرافاتی که و دروغایی که تو ذهن بچه ها در طول سال تو مدرسه میکردن دو سه سال از دست اینا در رفت و بچه ها اومدن تو فضای مجازی آشنا شدن، برنامه ها رو دیدن، بیشتر برای این چیزا وقت گذاشتن و آگاه شدن و رفتن دنبال اون چیزی که الان نتیجه شو داریم میبینیم که جوان این بچه ها رو این نسل دیگه نمیتونن مثل ماها که مثلا هرچی بهمون گفتن میگفتیم چرخ، یا حتی اگه ما پرسشگری میکردیم
بزرگتران میزدن تو سر ما، میگفتن چرا حرفی زدی که از مدرسه اخراج بشی که الان ما بخوایم بیایم مدرسه پاسخگو باشیم. ولی الان مادران، چون مادران پدران هم نسل جدیدتر هستن دیگه، یعنی همسن سالای ما هستن که خودشون محدودیت ها رو داشتن تو خود مثل خود ما، الان اونها هم پشتیبان بچه ها هستن. این بچه هایی که تو فضاهای مجازی اومدن آشنا شدن و خودشون رفتن دنبال تحقیق و الان دارن تو خیابونا فریاد میزنن که همه چیه اسلام، حالا من این شکلی بگم، فدای ایران. یعنی تموم شد اون چیزی که اینها سعی میکردن به مردم بقبولونن و این نتیجه اینه که هر چقدر فشار آوردن به مردم، به بچه هاشون، حتی بچه های زیاد شدن، من میشناستم که کلا پدر مادر آخوند و آخوندزاده جدن درجه، خودشون الان کاملا دنبال فرهنگ ایرانی هستن. درسته، کاملا نکته بسیار درستی رو اشاره کردی. اولا که اصلا افسانه جان، جامعه بدون شادی جامعه بیماره، جامعه است که شما هزار و یک مشکل روحی و روانی پیدا می کنید و جامعه است که دل مرده میشه و جامعه ای که دل مرده بشه امید از توش میره، در واقع ارزش های زندگی توش کم رنگ میشه، برای اینکه شما به چیزهایی که باید ارزش بدید دیگه نمیتونید ارزش بدید. جامعه رنگین، سیستم زندگی، انتخاب سیستم زندگی خودتون، پوشش خودتون، شیوه زندگی خودتون، مدلی که دلتون میخواد جشن پیمان زناشوییتون رو بگیرید، مدلی که دلتون میخواد جشن به اصطلاح زادروز بچه‌تون و خودتون و خانوادتون رو بگیرید، مدلی که دلتون میخواد که اصلا ظاهر بشید در اجتماع، حالا من میخوام این باشم، من میخوام اون باشم، من میخوام این مدل لباس بپوشم، من میخوام اون مدل حرف بزنم، تمام اینها رو نبود این شادی و خفقان اجتماعی از شما خواهد گرفت. و بعد در تعاقب اون فقط افسردگی نیست، اعتماد به نفس مردم از دست رفتن، در واقع خلاقیت روح و روان شما از دست رفتن، این که به این باور برسید که من آمدم به این جهان برای ساختن و بهتر کردن هر چیزی، از زندگی خودم تا زندگی دوست آشنا و هم میهن خودم تا جهان به طور کلی، من آمدم برای سازندگی، تمام اینها از شما گرفته میشه. این در دو سه نسلی که، یعنی در دو سه دهه آغازین این حکومت پس از انقلاب، به شدت بمبارانش انجام میشد و همین امروز هم انجام میشه، منتها آن زمانی بود که ماهواره ها نبود، اینترنت نبود، شبکه های اجتماعی نبود و مردم عملا در یک، مثل در یک جزیره جدا افتاده از جهان قرار گرفته بودن، کاملا ایزوله و هیچی نمیدونستن از اینکه مردم جهان دارن چه جوری زندگی میکنن، بقیه چه جوری زندگی میکنن، جوونا چه جوری زندگی میکنن، دنیا داره به کدوم سمت حرکت میکنه، چقدر کشورهای دیگه پیشرفت کردن، چقدر کشورهای دیگه جلو افتادن، وضعیت اشتغال چه جوریه، وضعیت تحصیل چه جوریه، بچه‌ها چه سرگرمی‌هایی در کشورهای دیگه، هیچ چیز در دو سه دهه آغازین در این مملکت وجود نداشت. یک کاملا یک جزیره ایزوله ساخته بودن، دقیقا مثل سالهای پیش کره شمالی. حالا کره شمالی هم الان دیگه اون وضعیت 30 سال پیششو نداره، ولی جمهوری اسلامی تو همین الان هم با قطع کردن اینترنت هر موقع که لازم میدونه و میخواد شورش های رو مثلا، یا خیزش ها رو، یا رسیدن صدای مردم درون کشور رو، یا بخشی حداقل از کشور رو حتی به بخش های دیگر کشور میخواد قطع بکنه، اگه دقت بکنیم بلافاصله تلفن ها و اینترنت و همه رو همین امروز روز، منهای اون فیلتری که دارن به طور کلی رو همه چی انجام میدن، اصلا کلا قطع میکنه، یعنی خط تلفن های مردم رو حتی قطع میکنن، که عملا اتفاقی است که شما دیگه در هیچ جهان نمیبینید بیفته. یعنی شما در سیاه چاله های جهان هم که برید، حتی شما در نمیدونم بدترین نقاط جهان هم برید، هم چیز نمیبینید که تمام تلفن های یک مثلا شهر و یک محل و یک مثلا منطقه، یک بخش از کشور رو قطع بکنن، اینترنت رو به طور کلی قطع بکنن. یعنی اینها هر جوری که تونستن
زورشون زدن، نه اینکه مردم فکر کنن اینا عوض شدن یا عوض میشن. دیدین که بازی اصلاحات یه دو دهه ای مردم ایران رو گذاشت سر کار و بعد بالاخره مردم چشون وا شد که شما چی رو میخواین اصلاح بکنین؟ خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. ما با خونه ای مواجهیم، ما با حکومتی مواجهیم که اصلا از پایش، از قانون اساسی ضد ایران و ایرانیه. حالا شما میخواین رنگ و لعاب چی رو برای این حکومت عوض بکنین؟ و دیدیم که بعد مردم ایران، این خیزش ها در واقع موقعی آغاز شد، این آگاهی ها موقعی مردم ایران به اونجا رسیدن که باید بریزیم بیرون و باید اینا رو شکن کنیم، که دیگه بازی های اصلاحات و نمیدونم جبهه بهتر این حکومت و رأی دادن بین بد و بدتر و از این بازی ها مردم گذر کردن و گفتن آقا تموم شد دیگه، این چیزی اینجا وجود نداره برای امید به اصلاح چیزی و در چارچوب این حکومت و در چارچوب این قانون اساسی. بنابراین مردم از این مرحله گذشتن و چه نسلی خیلی راحت تر از این مرحله گذشت؟ اون نسلی که امروزه نوجوانن یا حد اکثر در آغاز دهه 20 زندگیشونن، این جوانای 23-25 ساله حد اکثر، اینها خیلی راحت تر از این مرحله گذشتن. چرا؟ برای که اینها در موقعی شروع کردن به رشد و بزرگ شدن که ماهواره ها بود، اینترنت اومد، شبکه های اجتماعی بود و بچه های کوچیک از سن کمتر چششون یهو وا شد، دیدین که کیانی که بچه 10 ساله‌ای که هنگامی که زنده بود روی کلاهی که سرش میذاش آرم فروهر میزد و میگفت من از قرآن متنفرم. یعنی بچه هایی که دیگه چشمشون باز شد رو به واقعیت های این حکومت و واقعیت های فرهنگی خودشون و تازه این نسل شروع کرد به اعتماد به نفس پیدا کردن، نسلی که گفت من یا این حکومت رو میندازم یا حتی حاضرم جونم رو بذارم روی خط مقدم و وایستم تا هر چیزی عوض بشه و این حکومت سرنگون بشه. این اعتماد به نفس در نسل پیشین نبود. این اعتماد به نفس در بچه هایی که ماهایی که در دوران جنگ بزرگ می شدیم و سالهای آغازین پس از جنگ و به اصطلاح موقعی بچگی و نوجوانی و نمیدونم سالهای آغازین مثلا دانشگاه ما شد، اون تا اون مقطع ما دقیقا هممون دوچار یک نسل، یک به اصطلاح خفقان زده سرخورده که به خودمون میگفتیم نسل سوخته. اگه یادتون باشه میگفتن نسل 50 و 60 نسل سوخته. ولی این نسل دیگه فهمید که من اجازه نمیدم منم بشم نسل سوخته، من این آتش رو از بین میبرم که داره میسوزونه نسل منو و نسلای پیشین منو داشت میسوزون. و برای همینه که میبینیم که این جوونا میان تو خیابون، این جوونا دقیقا نقاطی رو میبینید هدف میگیرن که نقاط در واقع نقطه ضعف ها یا به اصطلاح چشم اسفندیار های این حکومته. و هنگامی که روسری آتیش زده میشه موضوع فقط حجابه نیست، موضوع یکی از مهمترین ارکان اسلامه. هنگامی که عمامه یک آخوند رو پرت میکنن اینا دارن دقیقاً تارگت میکنن، دقیقاً دارن هدف میگیرن بنیاد این حکومت رو که اسلامه و اونو میگن ما نمیخوایم و اونو دارن به سخره میگیرن و اونو دارن رد میکنن و اونو میسوزونن. بنابراین این نسل نسلیست که حتی اگر پدر و مادرهای مذهبی داشتن خودشون پوست ترکوندن و دیگه در قالبی که براشون 40 سال آموزش و پرورش، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تمام تبلیغات، تمام سیستم‌های اداره کشور در اون جهت، بمباران اون جهتی حرکت می‌کرد، اینها اومدن دقیقاً برخلاف اون جریان آب شروع کردن به حرکت کردن. یعنی اینهایین و جالبه یک دونه از اینها، یک دونه از بچه‌هایی که شما کف خیابون می‌بینی باورمند به مذهب اسلام نیست، یک دونه از این دختران نمیگن ما فقط یه حجابمون رو می‌خوایم آزاد کنیم، یک دونه از اینا، یک دونه از این بچه‌ها نمیگن ما فقط می‌خوایم از امروز مثلا موسیقی در ایران آزاد شه. شما چنین چیزایی می‌شنوین؟ از آغاز این خیزش مرگ بر خامنه‌ای گفته شد،
مرگ بر بسیجی گفته شد، مرگ بر سپاهی گفته شد، مرگ بر جمهوری اسلامی گفته شد، مرگ بر دیکتاتور گفته شد. یعنی تمام آن چیزی که بنیادین این حکومت رو میتونه سرنگون کنه، المانهای اصلی این حکومت رو هدف گرفتن، برخلاف اون چیزی که چپها و مجاهدین و این آدمای به اصطلاح من بهشون میگم آدمهای کج و موجی، که این کج و موجهای سیاسی که وجود دارن هی اومدن سوء استفاده کنن. اینا فقط اومدن میگن ما حجابمون رو میخوایم، انتخاب پوششمون رو میخوایم داشته باشیم. اون یکی ها اومدن گفتن نه، اینا میگن ما میخوایم حقوق همجنسگرایان آزاد بشه. اون یه دسته دیگه اومدن نه، اینا میگن که مرگ بر دیکتاتور، ولی هیچ کدومشون اسلام رو نهی نمیکنن. نه کسی نیومده بگه رضا شاه رو اچاد. میدیدین که تمام این چیزای هدفمندی که از سوی این کج و موجهای سیاسی اومدن به مردم حق نبکنن، به مردم بقبولونن، به مردم به دروغ نشون بدن، ما دیدیم که همه مردم ریختن بیرون، با پرچم شیر خورشید رفتن بیرون، گفتن رضا شاه رو حچاد، گفتن جاوید شاه، گفتن کشور که شاه نداره حساب کتاب نداره، گفتن مرگ بر خامنه ای، گفتن نه اسلام نه قرآن، جانم فدای ایران، هم اسلام هم قرآن، جانم فدای ایران. یعنی همه اینها نشون میداد مردم فقط موضوع حجاب یا پوشش یا آزادی نمیدونم موسیقی یا یک ذره آزادی اجتماعی یا اصلاح کردن این حکومت دیگه مد نظر نبود. حالا اون اتفاقی که فردای رفتن این حکومت باید بیفته، اتفاق تاریخی ایرانه که در هیچ جای جهانم شما نمونش رو نمیبینید. چرا؟ برای که این مردم فقط یک حکومت رو در حال سرنگون کردن نیستن، این مردم دارن کل بنیاد بدبختی هاشون که اون ایدئولوژی خطرناک وارداتی تمامیت خواه 1400 ساله است رو دگرگون میکنن. این پوست انداختن ایرانی از اول، از نو ایرانی شدن، این شعارهایی که میدن، این مدلی که دارن بچه های ما خودشون رو نشوندن، شما هنگامی که میبینید در بوهه تظاهرات جوونا رو میبینید هنگ برای دهنکجی میریزن بیرون و شروع میکنن به شادی و پایکوبی و رقصیدن جلوی مأموران این حکومت، اینا نشون میده که آقا راه ما با راه این ایدئولوژی جداست. ما اون جایی که شما میخواین نمیریم، ما فقط این حکومت رو نمیخوایم بندازیم پس فردا یه عده مجاهد دیگه با لچک و کراوات مثلا بیان، با کد دامن و کراوات مثلا بیان اونجا واسه ما بشن دوباره حکومت اسلامی دیگری از نوع جمهوری فلانش مثلا. و این خودآگاهی ملی بسیار بسیار لحظه تاریخ سازی داره. برای همین برای همه ما مهمه در فردایی که این حکومت میفته ما باید بدونیم اگه میخوایم این کشور سر سالم ببره، واقعا به مقصد برسه، یک روزی بیاد بیفته روی چرخ آبادی و ساختن و رسیدن به جهان امروز، جایی که بقیه جهان به سمتش داشته حرکت میکرده و ما 44 سال عقب موندیم و حتی پس رفتیم از آنچه که بودیم، ما باید یه بار تکلیفمون رو بدون تعارف با کل این قضیه روشن بکنیم. یعنی باید کل فرهنگ ملی بازیابی بشه. حالا فرهنگ ملی شامل چیه؟ شامل باورمون، اندیشمون، نگاهمون، آنچه که نیاکان ما داشتن و انجام دادن که اونجای جهان قرار گرفته بودن، سرآمد جهان بودن. باید ما اون ارزش ها رو دوباره زنده کنیم و برگردونیم و خودمونو خیلی خیلی مرتب در مدار همون سیستم. ما هنگامی که میگفتیم اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، این فقط یک شعار نیست، این کل زندگی شما رو تحت شعاع قرار میده، کل جهانبینی شما رو عوض میکنه. مردمی که 44 سال دروغ دیدن از حکومت، پشت هم اندازی دیدن، اختلاس دیدن، جنایت دیدن، رزالت دیدن، خیانت دیدن از این حکومت، تمام اینا تو کتگوری چی میگنجه؟ دروغ، دروغ، دروج. یعنی اینها همه اون کتگوری سیاهی است که در اندیشه ایرانی اصلا وجود نداشته. ما بزرگترین و زشتترین تباهی ها رو دروغ میدونستیم و این حکومت بنیادش از آغاز رو دروغ بود
و جالبه که اون باوری هم که با خودشون داشتن، اون آیین هم بر مبنای دروغ بود. تقیه داشت، خدعه داشت، نمیدونم بازی های گوناگونی که همیشه ما از تاریخ اسلام شما بخونی، بازی ها رو شما کلن میتونید ببینید. در تمام این سالها بجز دروغ، بجز خیانت، بجز سیاهی، بجز تباهی و ویرانگری چیزی شما نمیبینید. نه فقط برای ایران، برای هر جایی که این آیین رفت، برای هر جایی که این جهان بینی رفت، این فرهنگ رفت، این فرهنگ بدوی بیابانی رفت، این اتفاق در اونجاها افتاد. بنابراین اگر که ما این حکومت رو بندازیم، این حکومت فقط نباید بیفته، باید کل دکان حوزه و روزه و امامزاده و مقبره اینو، چاه جمکران و اینا باید با همدیگه جمع بشه. نمیدونم حسینیه فلان، مهدیه فلان، اینا باید کلش جمع بشه. برای چی؟ برای که با افتادن این حکومت اگر اینها بمونه، حتی اگه شما بگیم ما میام حالا مثلا نصف مسجدها رو میبندیم، حالا نصف حسینیه ها رو میبندیم، بالاخره اون یه مقدارش، اصلا 5% بگو باز بمونه، اون 5% قده سرطانی است که دوباره شروع میکنه به زاد و ولد و دوباره شروع میکنه به متاستاز دادن یا به اصطلاح گسترش پیدا کردن. دقیقا اون سلول های سرطانی است که نشون داده شده. نمونش بغل دستمون طالبان 20 سال به اصطلاح اومدن اسلام متحمل آزادتر رو داشته باشد، دو مرتبه اون هسته های سرطانی رشد کرد، دو مرتبه اومد اون بدن رو گرفت، کل اون جسم رو کشید پایین تو سرطان خودش. این اتفاق در ترکیه هم افتاد. آتاتورک هنگامی که رفت و اون سیستم هنوز ریشه‌کن نشده بود، آمدن دو مرتبه اون سلولای سرطانی گسترش پیدا کرد. من دفعه آخری که در ترکیه بودم، پشت هتل هیلتون دو تا مسجد بود، مثلا به فاصله 100 متر، و اینا شما باور نمی‌کنین 4 صبح با چنان نعره‌ای اذان میگفتن و بلنگو پخش میکردن، اصلا بور بابای توریست. یعنی کشوری که درآمدش بر مبنای توریسته، امروزه از همیشه توریست غربی توش کمتر میره. برای همین اینا اومدن در وا کنن رو توریست اسلامی، از کشور اسلامی بیشتر قبول بکنن آدم. و برای همین هم هست که میبینید اوضاع اقتصادی ترکیه چقدر خرابه. دیگه شما خودتون از همه بهتر میدونید، همه چیز 3 برابر 4 برابر شده، هزینه زندگی، اقتصاد. یعنی اینا نشون میده که وضع اون کشور خوب نیست. و چرا وضع اون کشور خوب نیست؟ کشوری که شاید تا 20 سال پیش پر از توریست بود، برای اینکه مردم مغز خر نخوردن برن جایی بخوابن که پشت پنجره هتل 5 ستاره، 4, 4.5, 5.5، شما باورتون نمیشه، همینجور به فاصله نیم ساعت اینجا از اون میگفتن. من نمیدونم این چه سیستمی است که اصلا ترکیه داره، روزی 20 بار از اون میگفتن، هر جا رد میشدی در هر موقع شبان روز یه از اونی داشت گفته میشد. خب مسلمه وقتی که میخوای ادای اسلام متحمل رو در بیاری، در نهایت نمیتونی، برای که اصلا چیزی تحت عنوان اسلام متحمل وجود نداره. یا اینه، یا هست اسلام یا نیست، دیگه نوع دیگه ای هم نداریم. حالا ممکنه بیان براتون بازی درارن، حالا ما در بعضی از کشورهای اسلامی الکل هم آزاده، حالا در بعضی از کشورهای اسلامی یه ذره پوشش هم بهتون گیر نمیدیم، ولی در نهایت راهی که دارن میرن این گسترش همین سلولای سرطانیه. و در نهایت هم همیشه نشون داده شده که هر جا که بوده کل اون جامعه رو خورده، به مرور خزنده میاد جلو. همین اتفاقیه که الان برای اروپا داره میافته. یه روزگاری که اینا داشتن راه میدادن این مسلمونا رو، نگفتن چه اشکال داره به فرهنگشون احترام بذاریم، به باورشون احترام بذاریم. الان چی شد تو قطر؟ چرا از 40,000 آلمانی 36,000 تاش کنسل کرد نرفت؟ چرا؟ به خاطر که همین قوانین اسلامی که ادای اسلام متحمل و ادای کشور خیلی مثلا شیخ نشین خیلی شیک به اصطلاح چیز رو داشت درمی آورد، مثل حاشیه خلیج فارس داشتن درمی آوردن، و پولم داره از دماغ و دهنشون میزنه بیرون، از پولای نفت و گاز و همه اینها. ولی شما برید ببینید این کشورها همونی که هستن هستن.
یک دونه اختراع، یک دونه اکتشاف هرگز در هیچ کشور اسلامی به ثبت نمیرسه. نه در عربستان شما اختراع اکتشاف در تمام تاریخ جهان دیدید همچین چیزی، نه تو امارات میبینید، نه تو قطر میبینید، نه جای دیگه. برای چی؟ برای این فرهنگ سازنده نیست، این فرهنگ خلاق نیست، این آیین جلوی خلاقیت و اندیشه رو میگیره، جلو گزینش رو میگیره و به شما اصلا نامش همینه، اسلام. شما تسلیم باشید محض، به مغز کاری نداره، به ایمان کار داره فقط. و ایمان هم شما میتونید هر چیز تخیلی بهش ایمان داشته باشید و هر چیز تخیلی هم به شما بگن بر اساس ایمانتون بپذیرید. برای همین هم هیچ وقت این اتفاق در کشور اسلامی نمیفته و ما در فردا ایران اون اتفاقی که قراره برامون بیفته اون بازیابی فرهنگ است. حالا اون بخشش میشه شادزیستی، یه بخشش میشه آبادگری، یه بخشش میشه دادگری، یه بخشش میشه خردورزی، یعنی اینایی که اصول اندیشه و جهانبینی ایرانیان رو تشکیل میداده. یک بخشش میشه راستی و درستی، حالا چه در اندیشه، چه در گفتار، چه در کردار. یک بخشش میشه آزادگی، یک بخشش میشه دهشمندی و در واقع شادی ها و زندگی ها و هر آنچه که میتونیم رو با دیگران قسمت کنیم و خوشبختی جامعه. چون ما میدونیم خوشبختی پدیده جمعی است، خوشبختی فردی به تنهایی مفهوم نداره. در جامعه ایرانی با فرهنگ ایرانی خوشبختی پدیده اجتماعی و جمعی است و باید همه مردم اجتماع در درجه از آرامش و آسایش و خوشبختی باشن تا یک جامعه خوشبخت و نرمال سالم و یک جامعه در واقع تندرست و روان درست بتونیم داشته باشیم. کاملا درست. البته بارو آرتمیس دیگه نسل ما، نسل بچه های ما، حتی حالا یه تعدادی از کسانی که زنده هستن و حالا پدران و مادران ما بودن و با تمام وجودشون اسلام واقعی رو لمس کردن و فهمیدن که اسلام واقعی، حتی اگر حالا این روزا این 60 چند روز که دیگه دیدیم که چهره واقعی خشنش رو عملا به مردم ما نشون داد و فکر نمی‌کنم دیگه تو کشور ما تا صدها سال کسی به سمت ایدئولوژی اسلام بره. یکی. اما متأسفانه تو این کشوری که من دارم زندگی می‌کنم وقتی ما بهشون میگیم که شما دارین اجتماع می‌کنین، مثلا میگن اولین چیزی که ازت میپرسن که مسلمانی؟ خب بعد میگم شما، میگم الله شکر مسلمانم. خب میگم مسلمانی اینه نیست که الان تو کشورت شماست و میگن همینه. میگم اونی که طالبان داره انجام میده تو افغانستان، اونی که داعشه، نه اصلا اونا اسلام واقعی نیستن. ولی ما اسلام واقعی رو با تمام وجودمون لمس کردیم، میدونیم که اینا حتی به مراتب خشنتر و جنایتکارتر از طالبان و داعش هستن و ما دیگه فریب به این ایدئولوژی رو نمیخوریم. ولی متاسفانه این کشوری که ما توشیم داره قشنگ جا پای 40 سالی از ما عقب هم 44 سال. دقیقاً. و فکر کنم همین، این که مثلا الان آیا یه سری آزادی دارن، این اسلام بیاد اسلامی هم بشه همینه. یعنی اشتباهی که یه سری افراد در سال 57 کردن، چون خب یه زمینه مذهبی تو ملت ما بوده، این اصلا قابل انکار نیست. و اینا فکر کردن حالا همین آزادیایی که شاهنشاه بهشون داده با رضا شاه، اینا بعد از اینکه اخوندا هم بیان دیگه همونه. حالا نوع حکومتی زای تغییر می‌کنه همونه، ولی دیدیم که چه بلایی به سر ملت ما اومد در طول این 44 سال. و اصلا من هیچ وقت میگم فرهنگ اسلامی ما نمیتونیم بگیم ضد فرهنگ اسلامی، چون کاملا مخربه. شما یه زمانی میتونید بگید فرهنگ یه سازندگی هم کنارش باشه، ولی اینا کلا همه چی رو از بون و بیخ ویران کردن. و البته امیدوار که نمیگیم دیگه، مطمئنا همین خواهد بود، چون دیگه مردم ها چشمشون باز شده و برگشتن. هر کسی هم همین چپوچولایی که شما میگین به قول شما بخوان بگن نه ملت دنبال ایدول نه نیستن و هر چقدر هم بخوان اینا تو رسانه هاشون تریبونایی که دارن بیان اینو القا کنن، دیدی که یه جور دیگه جوونا دارن تو خیابون. و این نسلی که آینده ایران رو میسازه، نسلی که الان کف خیابونن، نه پدر مادرای ما، نه حتی ما میتونیم اونقدر کارای داشت تو هر کدوم من 45 6 سالمون، حالا تا بخوایم بریم دیگه 50 سال، این نسل جوونه که قرار این کشور رو بسازه، اینا خوب میدونن دنبال چی هست. درسته، کاملا درسته. و ما میبینیم دقیقا، ما
نسلی هستیم که میبینیم اون روزگاری رو که دکان این اسلام برای همیشه با رفتن جمهوری اسلامی هم در هم پیچیده بشه و ما حرف زوری هم نمیزنیم، ما میخوایم ایرانی باشیم. کسی در ایران ایرانی نخواد باشه میتونه بره از ایران، میتونه هر جای دنیا زندگی بکنه که فکر میکنه که اون فرهنگش باهاش جوره. در این بخش از قاره آسیا و در این بخش از کره زمین ملتی وجود داشتن به درازای چندین هزاره در درازای تاریخ، تا جایی که بوده و نبوده تاریخ و جایی که تاریخ مکتوبه، حتی پیش از تاریخ مکتوب ما میدونیم یک ملتی اینجا بودن به نام ملت ایران، کشوری در اینجا بوده به نام کشور ایران و اینا واقعی هن. نه اینا تخیلی هن، نه داستان نمیدونم والت دیسنی هن که ساخته شده باشن بر اساس تخیلات. یک کشور به این نام بوده، یک ملت به این نام بوده و این ملت ابرقدرت بوده در جهان. نشانه ها و دستاوردهاش در تاریخ همش هست، اسنادش همه جای دنیا هست، از تو موزه لوور و بریتیش میوزیم و نمیدونم موزه آرمیتاژ شما همه جا میتونید ببینید. و یک فرهنگ داشته، یک جهانبینی داشته، یک باور داشته، زبان داشته و همه آن چیزی که مجموعه این رو نام ایران و ایرانی میده وجود داشته. بنابراین ما دوست داریم همین ایرانه باشیم، همین ایرانیه باشیم، همین فرهنگه باشیم و اینجا مال ماست، این سرزمین ماست، سرزمین آبا و اجداد ماست، نیاکان ما در اینجا به دنیا آمدن، ما در اونجا به دنیا آمدیم و این آب و خاک ماست. حالا اگه دیگرانی فکر میکنن این ملت ایرانی نیستن، این آیین اسلام هم وارداتی نیست، اونم نمیدونم چپ هم هست، اون یکی هم هست، این هم هست، بریم جاهایی که اینها در اونجا به دنیا آمده، این اندیشه ها اونجا به دنیا آمده، به وجود آمده، گسترش پیدا کرده. ولی ما در این کشور حرف زوری هم نمیزنیم. ما ایرانی، مردم ایرانی، یک کشور، یک ملت، یک پرچم و یک فرهنگ هم میخواد ایران و برای تمامیت ارزش میجنگیم. حالا کسی که اصلا باور نداره که یک سرزمینی داره، خودش جهان وطن میدونه، من واقعا این برام یه سوال خیلی بزرگی که اینا دنبال چی هستن؟ چرا میخوان اصلا برگردن ایران؟ تو تمام دنیا جنگلای آمازون دیگه، تو یه کویرو و نمیدونم تو فلان کشورها همه سرزمینشون دیگه، برن همونجا چادر بزنن برخوش تو جنگلا زندگی کنن. یعنی چیزی به اسم وطن و میهن رو قبول ندارن تا میگن، میگن نه ما جهان وطنی هستیم. خب چرا برای در مورد ایران اساسا اظهار نظر میکنه؟ دقیقاً درباره افریقا و کسی اصلا شما رو مجبور نکرده که مال اینجا باشی، نمیخوای نباش، ولی 85 میلیون ایرانی ما در اون کشور داریم. این آب و خاک از تک تک سلول های بدنشون، از این آب و خاکه، تک تک سلول های بدنشون. کسی میتونه در مورد مسائل یک کشور نظر بده که اول خودشو مال اون کشور، مال اون کشور بدونه. نه اینکه تو اصلا قبول نداشته باشی تمامی طرز کشور من و شما رو و ما میهن ملت ایران رو، بعد اون سر دنیا سوسیالتو بگیری، ببخشید تو زیر پتو هم بشینی، بعد هی آروم بزنی و بگی آره ایران فدرالیزه بشه، ایران اینجوری بشه، نمیدونم زبان و فلان و دقیقاً این کشور. بابا کسی اصلا شما رو تو ایران حساب نمیکنه جز ایرانی. درست. خود اقوام مختلف ایران که امروز دیدی که چجوری میگن از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، هر از جمع نمیدونم ریز توی بوشهر توی این وقت، خب اینا اصلا شما رو حساب نمی کنن. جو حتی به عنوان هم قوم هم قبیله شما رو اصلا حساب این نمی. کشور مال این 85 میلیون ایرانیه. کسی نمیتونه این کشور از اینا بگیره، نه یک وجب خاکشو میتونه بگیره، نه پرچمشو میتونه بگیره، نه زبانشو میشه از این ملت گرفت، نه میتونی فرهنگو از این ملت بگیری. تو چیزی رو نمیتونی از این ملت بگیری. اگه نمیخوای فکر میکنی چیز دیگه یه نام خودت، برو جایی که فکر میکنی که اون ایدئولوژی یا اون زبان یا اون فرهنگ مطابق میل توه. ولی اینجا یه واقعیتی داره، یه چیزی که میخوای اصلا نمیخوای زبان فارسی رو، کسی مجبورت نکرده. نه. کشوری که بیا تو ادامه میشی کنی ترکی، بیا تو ترکیه زندگی کن ببینم چجوری باهات رفتار میکنن. برو تو کشورهای عربی ببین اصلا بهت یه شهروندی میدن. تو همین ترکیه به راحتی مگه اینکه پول بذاری، اینکه تو صرفا آذری زبانی برمیداری میه به عنوان یه پان، کسی اینجا هیچ بابی نیز عرف بشوری.
دقیقا. از این برنامه هیچ، ولی ما حالا برنامه چون در مورد این هم و اینقدر خب اینا حرفاشون یه ذره که خیلی زور داره که آدم هر دفعه به این سمت کشیده میشه، ولی خب مردم ما مطمئنا مردم هستن که تو وجودشون هم توانایی، کارآمدی، استعداد دارن و هم اون شادی که مخصوص فرهنگ ایرانی هستش، هر چقدر هم اینا سعی کرده باشن جایگزین کنن با غمزدگی و افسردگی و گریه و زاری، این مردم دیدی با قول شما دارن کنار آتیش میرقصن و روسریاشونه که نماد هم اسلامه. یه نکته مهم دیگه، شما هیچ فرهنگی به جز فرهنگ ایران نمیبینید که هجوم اسلام رو داشته باشه و نامهای فرزندانشون نامهای چند هزار سال پیششون باشه. یعنی ما اگه نام افراسیاب یا نام نمیدونم کیومرس یا نام سیامک یا نام هومن یا نام نمیدونم کوروش یا داریوش یا اینها رو داریم، اینها نامهای هم پریروز نیستن. 5000 سال دست کم این نام ها در این کشور بودن. ما امروز انقدر ارتباط فرهنگیمون با اون فرهنگ چند هزار قویه، نام هامون نام های خودمونه، در حالی که شما در همه کشور اسلامی شما در مصر یک نفر پیدا نمی کنی اسمش رامسس باشه، یک نفر پیدا نمی کنی اسمش توتانخامون باشه. کل ارتباطشون با فرهنگ پیش از اسلامشون قطع و اونا هستن که فرهنگ از دست دادن. ولی شما در یک دونه، مثلا شما در سوریه برید، در عراق برید، در لبنان، اینا یک دونه شون نامهای کلدانی و نامهای نمیدونم آشوری و نامهای نمیدونم فنیقی و اینا قدیمشون رو ندارن. ولی ایرانی ها اینقدر قدرت این فرهنگ زیاده که نام امروز بچه ما همون نامیست که یک بچه در 5000 سال پیش روش میذاشتن. شما از این بهتر دلیل میخواین برای اینکه ببینید این ملت چه ملت یک پارچه و چه فرهنگ نیرومندی، یک پارچگی همه جانبه این ملت با هم دارن، فرهنگی، اخلاقی، زبانی، نامی، خوراکی، یعنی هر جور شما بخوای این ملت رو بخوای تکه پاره بکنی شدنی نیست. این ملت یک چسب چند هزار ساله داره که کنار هم مونده. و اسامی رو نگاه کن، حتی پشتشون با تمام اینکه جان آدم درد میگیره و قلبت میسوزه، ولی اسامی کسی سیاوش، کیان، اسامی ایرانی، یعنی نسل کاملا برگشتن، چون این پیوند اصلا ناگسستنیه. حالا هر چقدر میخوان اینا بشینن در تلویزیون‌های مختلف دقیقاً با افراد مختلف از کشورهای مختلف گفتگو دیدار کنن، اون تعیین کننده اصلی این انقلاب و خواست اون ملتی که کف خیابون جونشون گذاشتن کف دست. آفرین، کاملا درست میگی. اگر که صحبت پایانی داری. سپاسگزارم ازتون بانو افسانه، بازم با همه مردم ایران در درون و بیرون ایران همراهیم و همدلیم و در اندوه ملی که این روزها در جریانه در کنارتون هستیم. ما ایرانیان بیرون مرز هر آن در هر موقعیتی که میتونیم در همه این تظاهراتی که در کشورهای گوناگون در جریانه هستیم، حضور چند هزار نفره رو دیدین، بدونید که در درون ایران تنها نیستید. ما همه یک ملتیم، در هر کجای جهان که باشیم در نهایت ایران ماست و این ایران آزاد میشه و تنها راه اینه که مقاومت ادامه پیدا بکنه تا سرنگونی. خسته نمیشیم، برای جنگ فرسایشی خودمون رو آماده کردیم، برای بیرحمی های حکومت خودمون رو آماده کردیم. و اتفاقا من بهتون بگم در شرایط فعلی ما چیزی تحت عنوان اشک و قصه و اندوه نباید داشته باشیم. تک تک کشته شده ها به دست این حکومت جنایتکار جاوید نامان فردا هستن. تمام این بچه ها نام هاشون، تصاویرشون، مشخصاتشون نوشته خواهد شد و در اون آرامگاه، در واقع اون قبر خمینی گور به گور شده، باید تبدیل بشه به موزه وحشت جمهوری اسلامی و تمام جنایات، تمام افراد کشته شده با نام و مشخصات، چون باید اونجا براشون بنای یادبود ساخته بشه و نام و یاد اینها برای ابد در ایران، در تاریخ ایران جاودانه شد. همه اینها مانند او، اگر ما یک زمانی در تاریخ ایران یک کاوه آهنگر داشتیم، امروز صدها هزار کاوه آهنگر داریم و اینها در تاریخ آینده ایران همه به نام به یاد خواهند موند. 100% و
تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که یعنی حتی اونا واقعا فکر میکنم دیگه ملت به جایی رسیدن که اصلا حتی ما هم نگیم، اونا خودشون دارن با تمام جونشون از سرزمینمون اول دو من برای به دست آوردن اون چی اون زندگی که حقشون بوده و این حکومت ازشون دریغ کرده میجنگن و مطمئنا پیروزی با همین ملته و این ملت هزار سال بعد که صفحه تاریخ رو برق میزنن آیندگان به تک تک اینایی که امروز جان دادن مثل بابک بارمدین یا مثل کاوه آهنگر یا مثل دیگران افتخار خواهند کرد و نامشون تا ابد در تاریخ ایران خواهد ماند به سربلندی و با افتخار. جاوید شاه پاینده ایران، به امید پیروزی هر چه زودتر ملت ایران. جاوید شاه پاینده ایران.